از ایران اومده بیرون مجید؟ من دقیقش 3 روز قبل از انتخابات بود، 2 سال پیش. اومدی که درس بخونی و برگه نه برگه این برگه قرعه‌کشی آمریکا رو برنده شده بودم، همینی که مردم همیشه ثبت نام میکنن، بعضی برنده میشن و این شانس من بود. پس آخرین باری که محمد دیدی همون تو فرودگاه بود که فیلمش همه دیدن؟ بله دقیقا همون تو فرودگاه بود. چه جور آدمی بود؟ عکسش هم که اینطوری میکنه. آره. چه جور آدمی بود محمد؟ خود محمد 22 سال بیشتر نداشت، جوونی بود مثل همه مردم، از جنس مردم بود. این کارهایی که میکرد مثل مردم، موسیقی گوش میداد، عاشق ورزش بود، عاشق زندگی بود. خیلی دانشجو میرفت، دانشجو بشته معدن شاهرود میرفت میومد، موسیقی گوش میداد، موسیقی رپ گوش میداد، مثل همه جوونا، از جنس مردم بود، با مد پیش میرفت، همونجوری لباس میپوشید، دوستاش همیشه خوشتی بره بیرون. آرزوهای خودشو داشت، آرزوهایی که خیلی از جوونا دارن که میخوان یه کار خوب داشته باشن، بتونن زندگی موفق داشته باشن. ولی خب بعد تو این 2 سال بیشتر هدف و آرزوش همش شده بود انتخابات، همش شده بود اینکه رأیی که دادم چی شد، اینکه همش این چی شد، اون چی شد. چقدر سیاسی؟ خیلی چراهای دیگه. چقدر سیاسی بود محمد؟ سیاسی بود یا سیاسی شد بعد از انتخابات؟ نه سیاسی که واقعا سیاسی باشه قبل از انتخابات نبود. دغدغه داشت، اینکه مثلا میدید تو خیابون یا چیزایی میدید و مثلا، ولی بعد از انتخابات اصلا همش ما حرف میزدیم، همش پای اینترنت همش میگفتش که مثلا فلان مثلا خیابون اینطوری شد، اونطوری شد، مثلا اینطوری شد، اینو این کار کردن، مثلا این پسر رو زدن، اونو همش این بود، همش واسه من تعریف میکرد. خب من اینور همش مثلا خب لینک های تصویری میذاشتم، اون اشتراک میذاشت تو صفحه فیسبوکش، ولی خب اون بیشتر همش دوستش تعریف کنه، مستقیم تعریف کنه، بگی مثلا اینو دیدم، اونو دیدم، مجید اینطوری شد، ولی منم اینجا همش بیتایی میکردم. چه فشارهایی به شما پس از مرگ محمد وارد شد؟ آیا فشاری وارد کرد حکومت به شما اصلا؟ فشارهای حکومت اون 1 هفته اول بود، یعنی بعد از اینکه من از بیمارستان اومدم، هفته اول بعدش که اومدم، مصاحبه که با خانم علی نژاد انجام دادم و بعد مصاحبه که پدرم با روز آنلاین انجام شد، بعد از اون میگم دیگه سر اینا اصلا هیچ فشاری نبود، فقط فشار همون تو همون هفته اول بود، مخصوصا تو مراسم تشییع جنازه و اینکه خب دوشنبه محمد وقتی تیر میخوره، تیر به پیشونیش میخوره، که قبل از اینکه اینو بگم تیر به پیشونیش میخوره، برخلاف اخبار کذبی که همه جا چی شده که تیر به کتفش خورده که افتاده روی زمین بعد دوباره بلند شده، اینطوری نبوده، تیر به پیشونیش خورده و به این صورت مبرب رفته و پشت سرش گیر کرده و حتی دکترا نتونستن تیر از سرش بیرون بیارن. ولی فشارا میگم همون سه‌شنبه ساعت 5:30 صبح توی اتاق سی سی یو بیمارستان وقتی تموم میکنه، همون شب سه‌شنبه 2 نفر از نیروهای اطلاعاتی میان دم در خونه، به پدرم میگن که اگه عکسی از محمد داریم به ما بدین که ما واسش کارت بسیج صادر کنیم. بعد پدرم میگه اگه ندم چیکار میکنی؟ میگه که خب دیگه خیلی سخت میشه واسهتون، نمیتونین تشییع جنازه پسرتون همونجور که میخواین برگزار بکنین. ولی خیلی در واقع خیلی راحت تهدید میکنن دیگه. شکایت کردید از لحاظ قانونی پیگیری کنید قاتل محمد شناسایی بشه؟ بله پدرم همون تقریبا 5 و 6 فروردین شکایتی می‌نویسه، ولی اصلا نه پیگیری می‌کنن نه اینکه اصلا خبری میدن که چی شده. میگن که کسی دنبالشو نمیگیره، همش اینو میگن، میگن کسی نیست که دنبالشو بگیره. مجید، آقای محمد خاتمی از رهبر خواستند، از آیت الله خامنه‌ای که مردم رو ببخشند و از مردم هم خواستند که رهبری رو ببخشند. من نقل به مضمون می‌کنم، البته کلمات دقیقش رو نگفتم. تحت چه شرایطی حاضرید که قاتل محمد رو ببخشید؟ آیا اصلا حاضرید که هیچ وقت ببخشید قاتل محمد رو؟ خانواده شما حاضره این کارو بکنه؟ نه، کسی از خانواده ما حاضر نیست ببخشه و تنها میتونم بگم وقتی پدر و مادرم داشتم صحبت میکردم خیلی دلخور بودن وقتی این خبر شنیدن. بله خب میتونم بگم دلخور بودن. مجید، همونجور که میدونی خب ما اینجا چون محمد یکی از طرفدارای این برنامه بود، خیلی یعنی برامون خیلی موضوع مهمیه
اینکه یکی از طرفداران رو از دست دادیم و از اون مهمتر یک کسی رو که آزادیخواه ایرانی از دست رفت، مثل خیلی های دیگه در تاریخ ایران از دست رفت. من بازم به تسلیت میگم و امیدوارم که به صبر داشته باشید و یک روزی قاتل محمد مشخص بشه که کی بوده. بیشتر با تو صحبت خواهم کرد در بخش دیگر که میذاریم توی فیسبوک. طبق سنت این برنامه شما الان میتونید یک دقیقه مستقیم با مخاطبان پارازیت صحبت کنید، این شما و این هم مخاطبان پارازیت. من از شما آقای کامبیز حسینی و همینطور مردمی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن عذرخواهی میکنم، ولی این یک دقیقه رو میخوام فقط با قاتل برادر محمد صحبت بکنم. تویی که نمیدونم برادری داری یا پسری داری، ولی وقتی سر سفره میشینی نگاهت میفته به چشمای برادرت یا پسرت، چه حسی داری؟ یاد چی میفتی؟ یاد چشمای بیگناه محمد نمیفتی؟ یاد اون لحظه که محمد داشت مظلومانه آزادی رو فریاد میزد و تا همون موقع داشتی اصلا رو روی پیشونیش نشونه میگرفتی؟ الان سر صفحه چجوری غذا داره از گلوت پایین میره؟ به خدا امثال محمد زیادن که مثل مرد پاشونو میذارن توی خیابون با مشت خالی وای میستن و مثل مرد میرن، نه مثل تو این نامرد که با اسلحه اومدی توی خیابون همه رو میکشی. حیفه اسم انسان برای تو، به خدا حیفه. اما در هفته گذشته عزت‌الله صحابی درگذشت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در روز روشن به آدمی که 6 دهه فعالیت متمدنانه سیاسی داشت و همیشه سعی کرد به آدم‌هایی که حرف حالیشون نمیشه حرف بزنه چنان جفایی کرد به این آدم آقا که در تاریخ این مرز و بوم همواره باقی خواهد ماند. در مراسم ختم آقای صحابی، دخترش حاله صحابی را مردند. عزت الله صحابی 81 سال پیش زاده شد. فرزند ارشد پدری بود که هم روشنفکر بود و هم دیندار. وقتی به مدرسه می رفت دانشگاه تهران ساخته شده بود. دلش می خواست درس بخواند و خواند تا رفت به دانشگاه. زمانی که همه دانشگاه در تب نفت می سوخت، مهندس هم شد یک مصدق. وقتی با یک نشریه بازداشت شد، اولین زندان را تجربه کرد و تجربه‌ای که نه هرگز فراموش کرد و نه هرگز مهندس از آن درس برداشت. در همین سالها بود که ازدواج هم کرد، صاحب دختری شد که اسمش را گذاشت حاله. حاله وقتی کوچک بود برای دیدن پدر و پدر بزرگش زندان را دید. این هر سه از اتاق‌های ملاقات کلی خاطره داشتند. مهندس تا انقلاب بین زندان و خانه رفت آمد می کرد و حاله هم بزرگ می شد. انقلاب که شد، مهندس هم نماینده شد و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه. وقتی دولت انقلابی می گفت آقا جون بودجه یعنی چی؟ هر چی داریم می ریزیم توی یک کاسه با هم می خوریم و اینا، یه تنه ایستاد و گفت نه آقا جون این نمیشه. و نشد. برای همین رفت کنار ایستاد، اما ساکت نشد. وقتی که پیرمردها یکی پس از دیگری رفتند، این مهندس بود که شد چراغ راه آینده. از نوشتن رفت در راه انتشار مجله. اون اولین کسی بود که حساب کرد و گفت 400 میلیارد دلار نفت فروختید، بگید چیکار کردید با پولش. بردنش زندان و بعد یک دوربین روشن کردن و گفتند بگو جاسوسی. اگر مهندس هم میگفت کسی باور نمی کرد. از زندان که آمد گفت یک روز این زندان با یک سال زندان پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. اگر این دولت عمرش برای 4 سال دیگر ادامه پیدا کند، از موجودیت ایران چیزی باقی نخواهد ماند. اما در همه این سالها آن دختر کوچک همیشه نگران پدر بود. خودش مادر شده بود اما نگران پدرش بود. حاله پس از آنکه در خرداد 2 سال پیش ایران به فریاد آمد، خودش شد فریاد. این بار مهندس بود که نگران همه حاله ها بود. پیری رسیده بود و درد سالها زندان تحلیلش برده بود. وقتی که خبر دادند حاله دستگیر شده، صبوری کرد، دم نزد، زاری نکرد. حاله شده بود یکی از مادران صلح. او را به همین جرم به زندان انداختند. درد ایران و درد همه فرزندان ایران و دوری از حاله مهندس را به بیمارستان کشاند. رفت به کما و حاله را ندید. حاله وقتی پدرش را دید که او رفته بود، تا صبح برایش دعا خواند، بیخبر از آن که این آخرین شب زندگی اوست. فردا صبح در تشییع پدرش به او حمله کردند، توهین کردند و او افتاد. قلبش که هنوز میتپید ایستاد. سوگواران پدر شدند سوگواران دختر و همه در سوگ